سوتی که دستته، نخودی که داخلشه، کشاورزی که اونو کاشت، تراکتوری که باش کار میکنه، لباس تعمیرکاری که تعمیرش میکنه. یه سر مسابقه تموم شد، فوش دادن و تمومش کن. ای بابا خدای خودت کمک کن، اگه نزنه خیلی بد میشه، بد جور میبازی. این دیگه چیه؟ به خاطر بدهی ها مجبوریم باشگاه رو ببندیم. ای بابا میذاشی پنالتی رو بزنم؟ توپا بگیر، توپا مال باشگاهه، اینم بنویس. تجاوز به باشگاه شروع شد آقای وکیل. اعضای تیم بمونن، بقیه برن بیرون. لباس رو در بیاری. زود باشی هم در بیار، زود باش، عجله کن، سری شورتم در بیار. چنه چیزی میشه مگه؟ الان ما مسخره اینه، گرفتاری شدیم. رئیس جواب نمیده؟ نه نمیده، قرض بالا آورده، فرار کرده نامرد نالوتی. همه یه اموالو با دقت بنویسی. نه بله آقا کنگ. گوشه حیف. خیر باشی استاد. به شما هم همین میومد. چی دارین میگین؟ نمیدونه. آره انگار نمیدونه. دیوونه شدن ملت. استاد افلین شمایی؟ بس میخواستی کی باشه؟ بار کرال ببینم. این استاد افلین، البته اینو اهل محل بهش میگن، چون تو هر کاری دخالت میکنه و فکر میکنه از همه چیز سر در میاد. از این آدم ها همه توی محل هامون داریم، مگه نه؟ البته برای همین اطلاعات ناقصش خیلی هم باها شوخی میکنه. این فیلم آخر خنده است، پس الان لایک کن تا بقیه فیلم رو ببین. پخش دوبله فارسی از موبیکس مدیا تی وی. نمیشم آقا نماینده، نمیشم. من نمیخوام نماینده شم. خب مگه زوره؟ استاد نکن، تو هم تو این تیم عرق ریختی. اینم رقیب استاد افلی هستش، اون میخواد رئیس باشگاه فوتبال محله بشه. توی این راه باید از صد استاد و هواداراش بگذره. البته اینم ماجراهایی داره که بهتر فیلمو ببینه. ببینم نکنه به عنوان نماینده اینو فرستادن. آره نامزد، نامزد جلو جلو روز پررویی میکنه. پخش دوبله فارسی از موبیکس مدیا تیوی. این چه حالیش میشه از فوتبال؟ تو محله خودشم که نتونست بیاد تو تیم. خوب گوش کنین، تیم محلشم اینو بازی ندادنش. رئیس این افلی چپ بود. نه ادریس چون چپ نبود، راست بود. ولی نه، از هر دو پاشم استفاده نمی کرد، با پشتش شوت می زد. من برای اون تیم 14 سال دروازه‌بانی کردم، 14 سال یه دونه گل نخوردم. 14 سال ذخیره بودی خب احمد. ولی این حقیقت که گل نخورده عوض نمیشه. یه بار بعد تمرین یارگیری کردیم، استادم موند بیرون، ما هم موندیم چیکار کنیم؟ اگر اشتباه میکنی، شما اولین شوخی تو وقتی از شکم مادر در اومدی کردی، ولی خب گفتیم بچه از چیزی نگفتیم. بزرگترین ترانسفر باشگاه این بود که تو رو انداختیم بیرون. تو فوتبال چی میکنی؟ بذاری منم بخندم. یه چیزی رو خوب بدونین، وقتی رئیس این باشگاه شدم اون وقت همه میفهمن. اما نگران نباشی،
تو را از فوتبال دور نمی کنم. خب چه سمتی بهش میدی؟ نمیدونم، راستش فکر نکردم بشه کاریش میکنم. نگاه کردیم دیدیم چیزی نمیشه اگه به عنوان آمیگو تو تیم بذاریم. به جای حرف مفت زدن برو یه غلطی بکن. این چهار تا گوسفند رو نمیتونه بچرونه، بعد میخواد باشگاه اداره کنه با اون پاچه خارش. استاد هم اینو میگی هم نمزد نمیشی. ما چی کارت کردیم؟ مسجدم که دیگه نمیای، نه پیش نمازمون میشی نه رئیس باشگاهمون. نمیخوام. آخه چرا؟ چرا؟ بگیم ببینم، من به شما گفتم اگه تو مسجد تلفن زنگ بخوره گناهه؟ گفتی. تلفن زنگ خورد؟ گفتم اگه یه بار دیگه اون تلفن زنگ بخوره چی کارش میکنم؟ گفتی. باز تلفن زنگ خورد؟ نه. گرفتین چی شد؟ تو این جامعه ترس از تهدید بیشتر از ترس از خداست، در نتیجه به پیش نماز نیازی نیست. استاد من الان نفهمیدم شما نماینده میشی یا نمیشی؟ نمیشم. پس تکلیف بازیکن چی میشه؟ ای لعنت به این فوتبال. یه لحظه ببخشید. ساکت باشونیم. سلام علیکم. علیکم سلام. سوپر میخوان؟ نه نه، ازتون یه سوال داشتم. بپرس. جا و مکانای دیدنی که بشه تو این شهر خوشگذرون به غیر از اینجا کجاست؟ غیر از اینجا؟ آره. جای گشتنی؟ آره. جای مهم. والله من آخه چی بگم بهتون، ولی اگه وقت کردین حتما تنشی رو بگردین. برای چی؟ منظرش بی‌نظیره. البته بعد از پل سرا. از آخر شروع کردم. بعدش که رفتین کنار باغ کوثر یه باغچه خیلی خوشگل هستش. اونجا رو هم حتما ببینین. خدا بیامرز عموم ادارش می‌کنه. پس بریم. باشه حتما میرم. آه، یکی هم گوشه جهنمه. یه تور گردشی داره که با کفن و پنبه همش میشه 250 یورو. گمشین ببینم بیکارای الله. برین از جلوی چشام. اشهدو داداش خدا بیامرز آدم خوبی بود، اما تو آلمان مرد. با اون میخواستیم بیایم ولی دیگه خوب نمیشه کاریش کرد. به ما وصیت کرده بود، ما هم گفتیم موقع که زنده بود نتونست بیاد، الان که مرده بیاد. خدا بیامرز کی بود؟ اون آدم نبود، واقعا مثل یه فرشته بود. دروازه‌بان بود، برادر بزرگتر بچه ها و دوست صمیمی بزرگترا بود. باشه باشه فهمیدم، خدا بیامرزتش. ممنون. اما شما سه نفرین، برای بردن این تابوت چهار نفر لازم دارین. صبر کنین من الان میام کمکتون. همینجا وایسین الان میام. یالا یالا یالا. زنده باشی. میشه جونتون. Sen gelmesen yanıma ben gelirim kapına, seni bana vermeyin kız şimdi kızın mezarı. Kadir. Dilim hava tu kerdi. Bir tu balkon bize yeken bebinem et. Kadir. Kocayı. خوب نگاه کن، درست رو به روتم. Kadir, واقعا اینقدر دوستم داری؟ نگو تو رو خدا. به جون ننم ده دقیقه نبینم دلم شور میزنه. تو چرا نمیای نون بخری؟ آره؟ چه جوری بیام؟ خالم اینجا. خاله دیگه کیه؟ بابا تو کی اومدی اینجا؟ بابامه. معلمت گفت درس نمیخونی. خب توقع داری چی بگه؟ بگه پسرت خنگه؟ به خدا قول میدم درس بخونم، خیلی زود برم دانشگاه. قول میدم. که میخوای بری دانشگاه؟ تو درس الانت موندی، بعد چطوری میخوای بری دانشگاه؟ بگو ببینم الان یه سوال سخت ازت بپرسم بلدی جواب بدی یا نه؟ خب بستگی به سوالش داره. میزنم زیر گوشت بری با برف سال دیگه بیای پایینا. مراد اول تو کدوم جنگ مرد؟ تو آخرین جنگی که شرکت کرد. آخرین؟ آره. جلو چشام احمد. پدر سگو نگاه منو مسخره میکنه. البته راستم میگم. برو 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 برو. خب تو
توبه از سقفر الله توبه. تو این مملکت همه زنا هم اومدن وسط. یه وسط شاگرد آوردم، گوشتش مال تو، استخوناش هم مال من. خسته نباشی. عایشه، خیر باشه. چرا وسط تابستون هیزم میشکنه؟ فکر کنم واسه تمدد اعصابی. آخی. بابا گفته با این کار میتونه نفسشو کنترل کنه، نذاشته درخت تو این مملکت بمونه. بیچاره، یکی واسش پیدا کن. هفتا زن گرفته، کی میاد اشتومی بشه؟ باشه. نایمده ازمون نون بخری کادیر. چیه؟ بابا تو بردار ببر قهوه خونه، تلویزیون نگاه کنیم. ما خانم ها همینجایی. ببین چقدر خوب داره هیزو میشکنه. به جا شروع شد. یکم صداشو زیاد کنم. آماده باشین. استاد باور کن قسطم جمع شده، کانالم تازگی باز شده. باشه فهمیده. یعنی بینندگان عزیز، امروز با هم هستیم با برنامه پر بیننده از استاد بپرس. بفرمایید استاد. اول از همه از سوالاتی که از اینترنت برامون ارسال شد این نتیجه رو گرفتیم که ملت در حال آموزش با تکنولوژی هن. مثلا از من میپرسن از فیسبوک 4 نفر منو دنبال کردن. خودم مثل فاطمه گل اسم میکنم، انگار غسل لازمم. دعاها رو بریزم رو فلش بندازم دور گردنم دیگه قبوله، ول میکنین ها؟ به خاطر این که شوهرمه نمیگم، ولی فقط یه دانشمند این همه اطلاعات داره. آخه شما ببین، معلومه که حواستون پرته دیگه. مثلا جایی که نباید تلفن زنگ میخوره. خنده زنی که وضوی آدمو باطل میکنه. توبه توبه. یه لحظه ساکت شو ببینم. وضوی آفشو ببینه، نمیتونه این صداش کنه. من بودم نمیذاشتم بره کنار این زنه. تا دهنش بازه باید ساس تندو بریزی توش. امروز دیگه تکنولوژی به همه جای ما کاملا نفوذ کرده. هر جا میری اثری از تکنولوژی هست. به هر حال شوهرت حواست جمع باشه، مبادا اطرافش رو زنهای خوشگل بگیرن. ماشالله ماشالله، با شماها آینده خیلی خوبی داریم ایشالله. حق با شماست استاد افری، تا وقتی با شماییم همینطوره. ماشالله ماشالله ماشالله، انگار دنیا رو برای اولین بار میبینم. ماشالله ماشالله ماشالله. خب الان پاشو بذار اندامتو ببینم. ماشالله ماشالله، بچرخ بچرخ بچرخ. به 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 به، ماشالله چه قد و هیکلی، چشان نافذ. به به ماشالله. خب الان دختر خوشگلم، ببینم بلدی برقصی یا نه. پاشو پاشو الان یکم واسه عمو برقص ببینه. ماشالله ماشالله، چه دختری چه گلی. دختر ذهن منو خراب نکن. باشه بابا. خب اینجا کسی سوال داره؟ استاد دستتون بخیر. دست شما هم بخیر. سوالم درباره یه آمریکاییه که کل دیروزو باهاش گذروندم. از این سوال از من نپرسید. دیروز حتی یه رکعت نمازم نخون، حالا همش نگران گناهیم که به گردنشه. ای به تو چیه؟ تو برو فکر خودت باش. خیلی خب، یه بیننده دیگه هم هست. بله بپرس. سلام استاد. ببخشید مزاحمتون شدم. با دوستم رفته بودیم شکار. ببخشید، ولی ما اونجایی که نباید و نیش زد. بعد منم برای این که نجاتش بدم اون کاری که نباید رو انجام دادم، یعنی باید اون کار رو انجام میدادم، وگرنه خب دوستم میمرد. حالا دیگه نمیتونم تو چشاش نگاه کنم. این مسئله واقعا داره اذیتم میکنه. به نظر تو باید چیکار کنم؟ تو قربانی دوستت شدی عزیز من، چرا نبریدی؟ خب باید میبریدی احمد. وای خدا نگاه. چیه نگاه
خواهش کن خانم، خجالت نمیکشین؟ این حرفا چیه زنگ میزنن به من میگن؟ خیلی خندیدیم، بدن تاوان میدی. حالا با این خنده هایی که تو کردی فکر کنم 200 سال عمر میکنی شیرین. آساد بگو. از هر رکعتی که خواستیم میتونیم نمازو شروع کنیم؟ میشه. رکعتی که بلد نیستی و رد شو اگه وقت کردی برگرد اونم بخون، جمعش کنی بابا. جواب بده دیگه. مگه چند نفر به اینا زنگ میزنن؟ اون اوایل خواهنش زیاد بود. یه تلفن داری؟ من خودم هم همش نگاه میکردم. مثل این که خیلی خوشت اومده. چرا اینجوری میگی رئیس؟ من اونو یه جوری قفل بزنم که 9 تا قفل سازم بیان نتونم بازش کنن. موقع وضو وقتی لخت میشم میرم تو چشمه، باید صورتمو به کدوم سمت کنم؟ به همون سمتی که خدا بیامرز میکرد. استاد، استاد بفرمایید. چرا عقد انسان اجباریه ولی مال حیوان نیست؟ مثلا پرنده نه، تو ده ما یه پرنده ماده است که همه پرنده های نر از جلوش رد میشن. عقدی هم در کار نیست، چطور ممکنه؟ اون پرنده در مقایسه با تو افلاطونه. اگه به اینا فکر میکنی واسه تو هم عقد اجباری نیست. تو یه گاوشو پیدا کن عقدم نکردی درست. استاد، استاد این ما نتونستم پول گازو پرداخت کنم. یه بوس بده این بلیتو برنده شم استاد. استاد این مسابقه ترابزون چی میشه؟ نصف میشه. خیلی خوب، یه تماس دیگه داریم. استاد بفهمی. استاد میخوام یه چیزی بگم، یکم پیشتر از تکنولوژی حرف زدیم. منو دوستام خیلی تحت تاثیر قرار دادی. حالا میخوام چیزی که از خودتون یاد گرفتم و اینجا بهتون بگم. آفرین، بگو بشه. استاد الان این دبیرستان ترابزون که تو مرنز هست. خب حالا الان برو اون سمت. بعد از 100 متر برو جلوتر، احتمالاً الان اونجا داری یه سری تیرای بلند میبینی. درسته؟ درسته. حالا با کنشون تو جایی که خودت میدونی. والا سهم منم از تکنولوژی این بوده. ببخشین صبحا جانم ها، ولی برنامه تو شبکت واقعا بی خوده. والا افلی جان چرا عصبانی میشی؟ یعنی چی عصبانی نشو؟ بی خودی اینقدر وقت منو گرفتین، مسخرتون رو در آوردین بابا. توقع بر خود خوب دارین؟ فقط به درد عمو فیزیکا میخوره. ببین گفتم که قفلش میکنم، هم استاد و هم کانال رو قفل کردم. ماتی، بابات زنگ زد گفت سر کار میری. آفرین پسر گلم. هفتگی چقدر میگیری ها؟ چقدر میگیری؟ 50. کسب و کار کوچیکیه دیگه. با بابا هم حرف میزنم. دلم برا تنگ شده. خیر باشه بچه جو. چیزی نیست بابا. آها، از شراب عشق میخوری؟ البته که میخوری، اما این شرابو باید دقت کنی با کی و چی میخوری. شراب همون شرابه، اما تو راه بخوری عیاش میشی، کنار شومینه بخوری رومانتیک میشی، زیر آفتابم بخوری حالت بد میشه. نکنه بچه من زیر آفتاب مونده ها؟ عاشق کسی که نباید اصلا نشو. مگه مجنون از لیلا گذشت؟ نگذشت. کرم از آتیش فرار کرد؟ نه نکرد. فرهاد از کوه کندن ترسیده؟ نه ترسید. رجب چی؟ خب راجب رجب چی؟ اون همون اول بی خیال عشقش شد، گفت مشکل نیست، هنوزم مجرد مونده. ببین هرچی که باهاش نفس میکشی رئیس شدن از اونم نزدیکتره. آره سر این میز میاد. خوش اومدی.
این ملت دیوونه شدن آیشه. تو هم که باز دوباره کانالو بستی. مگه نمیبینی تو این مملکت چه خبره؟ همه این دیوونه ها افتادن به جون هم دیگه. تو یه نفر آدم سالم به من نشون بده، من نماز میخونم جلوش. تو زمین دنبال نپتون میگردن، تو آسمون هم دنبال پلنکتون میگردن. چی؟ آخه چرا هرچی ردی و داغونه میاد سراغ من؟ من میرم بخوابم که خیلی خستم. باشه. آجا راحتی منو بیاده کن کابیتم. چی داری میگی؟ یادت من آخرین بار چی گفتم؟ اینکه خوشبختی چیه؟ یکی هم داد زدی و بعدش هم بالا آوردی. نه بابا. آره بابا. من خیلی دیرم شده. بیاییم ببرم تو خونه. هیچی نگو، من جمع شما رو چرت نگو. با کسی هم که میخوری من برای خودم آذوقه برمیدارم. تشویق. آفرین رئیس. افتاد. دیر شد آیشه، مگه صدای اینو نمیشنوی؟ ای بابا خدایا توبه. وایسا یه سوال دارم، این خونه آقا متعهد کجاست؟ میخوایی بگیم احمد متعهد خودتی داداش. وایسا مگه من ازت پرسیدم احمد کیه؟ پرسیدم خونش کجا؟ برو این ساعت کجا رفته؟ بی حرمت لاغل سرشو بگیر اون بر. توبه. چرا هیچکی نیست؟ پخش دوبله فارسی از موبیکس میدیا تیوی. نکنه پدر سوخته منو بازی داده. خدایا توبه. سلام علیکم. سلام آقا. شما کی هستین؟ این وقت شب این باشه منم. برو. این دیگه چی بود؟
لا اله الا الله. نور کجاست؟ رفته نون بگیره. کجا رفته؟ نکنه رفته نونوایی رو میارو. اصلا رفته یه نونوایی دیگه. ملکی نگو، منو گول نزن. از اون یارو نه یه نون، نه یه سیمید، نه یه شیرنی، حتی قبض شیرنی هم نباید بگیریم. فهمیدی؟ فهمیدم. آخه آفرین. هنوز زمینه یاد نگرفتی؟ دخترم مگه تو دیروز 9 تا نون نگرفتی؟ این همه نون رو خوردین؟ دیگه به زور خوردیم. آفرین ادریس، به تبریک میگم. تو مثل آفتابه همونجا بمون، خب؟ اون افتیه. به چی نگاه میکنی ادریس؟ یک کاری بکن یارو. نه آفرین، با یارویی که گفتی همه چی حد شده. آفرین ماشین بگیر، داره میره رئیس. ماشین بگیر، داره میره. نه پروش، نه برو پشت. خب دیگه حالا وقتشه که بعضیاتون خوشحالی کنه. ما که الان تیر زدیم، کی مرد؟ مگه میشه الان به این زودی بمیره؟ من نمیذارم تو رئیس بشی. من کسی که باعث این درگیری شده رو، کسی که اون قابله رو آورده، موتور اونو، کسی که اون موتور رو بنزین زده رو، شرکت سازنده کفشی که پوشیده رو، سیم کشی که برای اون شرکت برق کشیده رو، مهندسی که حقوق اونو میده و همه و همه تون رو از دم بذاره رو شناتو. ما که یه دونه نامزد داشتیم، اینا چرا سه تا شده؟ تو دیگه کی هستی؟ یه نامزد دیگه در اومده؟ اینم شد انتخابات؟ نه داداش احمد، من نامزد مامزد نیستم. استاد با شما کار دارم اگه اجازه بدی. آخه الان وقتشه. قربونت برم استاد، دور سرت بگردم. آخه جنازه مونده رو زمین. یه کمکی بکن لطفا. استاد قبلی هم مرخصیه، خب من نمیدونم باید چی کار کنم. خدا بیامرزه چطور آدمی میدونستی؟ خوب میدونستی. خیلی بیشرف بود. استغفرالله. چطور میدونستی؟ خوب میدونستی. تو بیشرفی لنگه ندار. توبه توبه. چطور میدونستی؟ خوب میدونستی. من از خودش و ریختش متنفر بودم. حقتونو حلال میکنین؟ حلالش میکنین. من حلال نمیکنم. حلالش میکنین؟ حلالش میکنین. اگه حقی دارم از دهنت در میاد. لا اله الا الله. برای چی حقتو حلال نمیکنی؟ خدا. استاد من به این آقا یکم قرض دارم، اونم عصبانی شد گفت اگه بمیری حلالت نمی کنم. با دوستام تصمیم گرفتیم باهاش شوخی کنیم. پس حق تو حلال نمی کنی ها؟ حقی اگه نمردی حق تو حلال کن. به خدا منم حلالت نمی کنم. خاک بر سرتون با این شوخیاتو. نفر یکی با این بزنینش. بودو بریم، بودو. بیهوش شده، بیهوشه.
به این میگن شوخی آخه احمقا. خدای توبه. استاد چیه؟ ببخشید میخواستم یه چیزی بپرسم. بپرس. مرده رو چند میشوری؟ نفر 200. اگرم شوخی کنی حساب تو میرسم. این چیه دارین میبرین؟ جهیزی است استاد. 200 لیر خیلی زیاده. ما ماشینا 20 لیر میشوریم. مگه چه فرقی دارن ها؟ خب ما توشون پنبه میکنیم، اونا هم توشو. لا اله الا الله. کدومتون ما رو به این وضع دچار کرد ها؟ کدومتون؟ کدومتون؟ بس مسابقه حاضره. بله رئیس حاضره. همه چی آماده کرده. ها بالا ببینین. خیلی خوب. آماده ای؟ 1, 2, 3, 4, 5. دیگه شورشو در نیار. بگو. 3. Başkanlar biçim biçim, ölürüm Mehmet için. Of ne bana düşmandır, Ahmet sevduğum için. Oy, aleroy, aleroy, kibarı başkan Ahmet'im. Hey, aleroy, aleroy, güzel yarım Ahmet'im. Oy, aleroy, aleroy, güzel yarım Ahmet'im. Hey, aleroy, benim yarım Ahmet'im. Vaysa, 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 bebine vaysa! Şimdi geçiyor hangi maskarayı? Arayın! ادریس تو منو مسخره کردی؟ توبه توبه. به خاطر مسابقه به این بزرگی فقط همین رو آوردی؟ گمشه بابا گمشه گمشه بارو تم گمشه. فهمیدم علی عثمان جان، فهمیدم. بیا اینجا لباساتو در بیار ماینه کنم. شما هم بیرون بایسی. باشی چشم. آه خباس کرد شلوارتو در. توبه توبه، دکترهای دیگه میگن باید بخوابی، بعد تو میگی شلوارتو در بیار. این کارا اینطوری علی عثمان جان دیگه. بکش پایین. نشسته برای چی ماینه نمیکنه؟ آخه ماینه پروستات که نشسته نمیشه. اما علی عثمان زود بکش پایین، لباسی رو در بیار. دکتر نیتشو خرم کرد. علی این کارو نمیکنم. زود باش بکش پایین. آفرین. یه وقت عضلاتو صف نکنی. این کارو بکنی دردت میاد. من برای ادرار مشکل دارم. تو داری کجا رو نگاه میکنی؟ ماینه پروستات از عقب انجام میشه امو علی جان. تو راحت راحت باش. بچم امو علی عثمان، یادت میاد که وقتی بچه بودم توپم افتاد تو حیات خونه شما و بعد تو گوشمو کشیدی؟ منم خیلی دردم اومد. ببینم یادت میاد؟ آی بلم کن. آی 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 خودتو ناراحت نکن، بذار یکم دردت بیاد. آره الان دارم میرم سراغ پروستاتت. ازم میپرسه خوبی؟ خوشی؟ گشته‌ای؟ سیری؟ تموم شد. خدا اگه بابا داشتی فدات شم دکتر. یه وقت کسی نفهمه باشه زشت میشه، ولی بازم دست درد نه. نه نگران نباش، به کسی نمیگم. مادرت چطوره بچه؟ مادرم یه سال پیش فوت کرده. معلی غم آخرت باشه، از غصه فوت کرد. فکر میکرد پسرش دکتر شده یا همچین چیزی. خیلی خوش اومدی. پخش دوبله فارسی از موبیکس میدیا تیوی. خوش اومدی. ممنونم. مادر بزرگت چطوره؟ ممنون خوبه. مادرت چی؟ اونم خوبه. سلاممو برس. مشکلی نیست مریم خانوم، مال ما حاضره. این باز داره شروع میکنه. حاضره. چقدر شد؟ 15 لیر. بسه درستش میکنه. برکن بلا به دور باشه. بله بلا به دور باشه عمو علی. خدا ازت راضی باشه دخترم. چه میشه کرد؟ بچه هست دیگه، تو این سن پروستاتش مشکل پیدا کرده. پسرم اینجا جلوی همه ولش نکنی، دلم طاقت نمیاره. خب یادت بمونه. من خودم نگه هم میدارم بابا جون، نگران نباشین. بفرما. دوباره به حالت اولش برگشته. الان میریزه. دستشوی رفتارم دیر یاد گرفت. خودو پسرم بجا بخونه. خسته نباشین. خدا بشما. خدا حافظ. نه همین قد نه آه آه آدم ده 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 نه 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 باشه باشه.
نه سلام علیکم. نه چی؟ نه وارداتیه؟ نه وطنیه؟ نه تیم؟ نه تی؟ نه نمیشه؟ نه رئی؟ نه رئیس؟ پس رئیس نمیشه؟ نمیشم نه نه سلامون علیکم. نه بسر جون یکی از اینا بده ببینم. باشه هر روز باید یکی از اینا بخورم تا مغزم کار کنه. برای چی؟ مگه اینا توش چه کوفتی داره ها؟ میخوای بابا؟ آره دوتا از همینا بهم بده. بده من. اینا چقدر میشه؟ نه نه 20 نه 22 نه اونیم نه یا میکنیش 22 یا 23 وگرنه به خاطر همین نمیزنم پدرتو در میارم. ما بیریخت نکبت بیا بگیر حیوان کوفتت بشه. نمیخواد نگهده برای خودت. صبر کن بابا منو شاگرد اینجا میکنی؟ بیا میوه تازه دارم. سلام علیکم. حسبی الله و نعم الوکیل. سلام خداش خنگول تو به استغفر الله. سلام علیکم. اینم که قاطی کردن تف اسکولا. سلام علیکم. اینم یه اسکول دیگه تف بیریخت. سلام علیکم. اینا چشونه؟ داداش یه چایی به ما بده. چایی تموم شده. ایلامور؟ نمیفروشه. برولت؟ دوست ندارم. کفیر؟ استفاده نمیکنم. کاپوچینو؟ برای چی؟ یه لیوان آب جوب. برو بابا زیر میزنه برای من خنگولک. سلام بر همشهریان عزیزم. برای این که وقت رو تلف نکنم اعلام میکنم که نامزد شدم. تشبیه شاید اگه منو انتخاب کنیم باشگاه یه بارسلونای کوچیک بشه. تشبیه این تیم بارسا چیه که نتونیم ببریمش؟ میبریمش ها خیلی میبریمش. خیلی میخوای ببریم باشه. اهل دوستم یه خبر جدید بهمون رسید. ساموئیل هم تمومه. زر نزد پخ. تشبیه بیا اینه بگیر خوب قاطی کن. خب بریز قشنگ خوب بریز که خلاص شی. بریز ای بابا اگه زیاد بریزم که پدر شوهرم میشه مادر شوهرم. چیزی نمیشه بابا تو بریز بسه. خوب همش بزن. خیلی خوب تو برو دیگه زایه میشه. تو شکر ریختی؟ آره ریختم. آفرین به این داروه این معمولیه. خورد دارم میگم خورد. ولش کن بذار بخوره دیگه. یه یواش. چیه؟ Thank you.
من اینجوری نگاه نکن آیشه، بعد اون همه دارو که خوردیم دیگه عمل نمیکنه. فردا اومیه میاد، باید دوباره بهش دروغ بگم. خب چی کار کنم؟ نمیشه. واقعا که واقعا که احمد، این که نامزد شدی خوبه، ولی این رئیس شدن به چه دردی میخوره؟ رئیس شدن اعتبار داره خانوم. رئیس شدن یعنی دوستای مهم. دختر تو هم دیگه زن رئیس میشی. زن رئیس. منو ببین، از این به بعد مثل زن رئیس رفتار کن. با این پایینی هم دهن به دهن نشو. راستشو بخوای عزیزم، اصلا نمیخوام اسمشونو ببرم که ناراحت بشن، اما دیگه نبینم نزدیکشون بشی. باشه؟ فهمیدی؟ فهمیدم. آفرین. خب عزیزم، شبت بخیر. بابام چه خوب جون گرفته. کادیر، کاش همیشه اینجوری پیش هم باشیم. هستیم دیگه، چی فکر کردی؟ ببین منو، اگه اینجا بدون من چای بخوری حرومیت میشه، فهمیدی؟ این چه حرفی عزیزم؟ من غلط بکنم بخوام جایی بدون تو چای بخورم؟ خوشت میاد حرف علاکی بزنی؟ پسر، چرا ما اومدیم اینجا؟ چرا اومدیم؟ چون خدا بیامرز چای اینجا رو خیلی دوست داشت، حتی از آلمان سفارش چای میده. حالا که اومده چای نخورده بره، همینه دیگه. نه. آقا پسر، اینا چیه؟ تقویت کننده، خیلی خوبه، عالیه. چند هست؟ 20. یکی بهم بده. عایشه، باز مواتو ول کردی دل رو با؟ اگه گذاشتی من دو لقمه غذا بخورم. آمیه، سرم داره گیج میره. خربوزه نیست که، از سلی، از سل. مشکلی نیست. حق من این نبوده ایشه. چی حقت نبود؟ الان یادم نمیاد. حق من این نبود. فکرم مونده پیش اون لباس قرمزه. کدوم لباس رو میگی؟ کدوم لباس؟ آی، خیلی گرمه. آیشه، این چه کولریه ها؟ صدای ماشین میده. اینا رو ول کن، بگو نور و کادی رو چی کار کنی؟ اینا دعوا میکنن بعد اونا به هم نمیرسن، در حالی که همدیگر رو دوست دارن. باشه،
اول خواستگاری کنین ها؟ آره ندن میدوزیمش. آره اگه ندن در اصل از تو میخوامش. اگه ندادن بدوزینش ها؟ میگم اگه ندادن بدوزدش آیشه. میگی اون یکی هم ببرم؟ آره بعدش بریم بازار. باشه. خیلی گرمه. میشه سربان بشم قربان؟ آیشه میگم چرا این کولر تو صدای تلویزیون میده ها؟ ای سلام. سلفی بگیریم. معلومه که بگیریم. بده تلفن رئیس. ای خاک بر سر اونی که این آگهی رو چسبوند، بنایی که این دیوار رو درست کرد، درختی که ازش این دیوار درست شد. باشه باشه حالا بدن دومن. ببین پسرم همه ما امیدمون به توی. متوجه نمیشم چی میگین. خوب مشتمالش بده، ازش حسابی تعریف کن پسر جو. ببین امید این کارو انجام بده، از این به بعد نوشابت با من. جدی میگی؟ آره باشه. آتیش گرفتم دارم میسوزم. آتیش گرفتم دارم میسوزم. باشه باشه حلش میکنم. آتیش گرفتم دارم میسوزم. آتیش گرفتم دارم میسوزم. چه مرگتون شما ها؟ اینا چشونه؟ چرا اینجوری میکنی؟ احمد فوت کن. من فوتت میکنم بریم خونه، نگران نباش. این چه وضعشه؟ اوف اوف انگار افتادی تو دیگه نوشیدنی. ببینم آیشه نکنه تام خوردی. چی شده مگه؟ چی شده؟ داد نزل فهمیده. آی لای 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 بیا بیا بیا. زن تو مگه دیوونه شدی؟ این حالت داره حالمو به هم میزنه. آروم بگیر یه دقیقه دیگه. مگه نگفتم با اینا نگردی؟ آره من که نمی کردم. اینجوری هست؟ بین خودمون بمونه میگه شوهرش نمیتونه نامزد بشه. نمیتونه؟ نه نمیخواد. ها همون ما هم خوردیم. آیشه اگر از دست یکی عصبانی شدید نفس عمیق بکشید. پس رئیس نمیشی نه؟ نمیشم. پس احمد بیچاره راست میگفت. چی گفته؟ میگه از فوتبال هیچی حالیت نمیشه. من حالیم نمیشه؟ من خودم سابقه مربیگری دارم. میگه حتی نمیتونی تیم خودتو تمرین بدی. من رئیس نمیشم، به زورم بکنن نمیشم. گفت جرأتشو نداری. دفعه گفت کافی نیستی. گفت تو اصلا به درد نمیخوری، پیر شدی، دیگه انتخابش با خودته. برای رفع عصبانیت از 1 تا 10 میشمارم. 10. الان پدرتو در میارم دو ساله. وایسا ببینم. بیا بیرون دیگه. دکتر مگه دیوونه شده؟ چرا داد میزنی؟ الان بابا میاد وسط خونه. این کارا چیه؟ چی خوردی؟ باشه من تو دستشویی اتاق بالا آوردم. چی؟ اتاق که دستشویی نداره. مشکلی نیست. اوفلی نامزد میشی؟ نوچ گفتم که نمیشم. میشی؟ نوچ نمیشم. میشی؟ منو دیوونه نکن. چرا اینجوری میکنی؟ من تو رو راضی میکنم. پس برو اون تبر اضافه رو بیار، چون قراره تا وقتی که نامزد چی هیزم بشکنی. اوی
پسرم او عوضش کن زاکر سن آلاجاک سور اویلار رو نمازونی باشکانلوک نیین نتور گیت کلدر نمازونی باشکانلوک نیین نتور دا گیت کلدر نمازونی پسرم او ادامه بده Müteahhit Ahmet ile girelim seçimlere Ofli adaysa söyle koyayım ova böyle Ofli adaysa söyle da koyayım ova böyle Hadi Mehmet Ahmet'i Zaten sen alacaksın oyların en azini Başkanlık neyin ne dur kit kıldır namazını Başkanlık neyin ne dur da kit kıldır namazını Müteahhit Ahmet ile girelim seçimlere Ofli adaysa söyle koyayım ova böyle Ofli adaysa söyle de koyayım ova böyle برو دیگه اصل برای نون گرفتن میای نه؟ قادر من باید برای دیدنت حتما بیام اینجا؟ خب میگی چی کار کنیم؟ تو خونه 40 تا نون داریم دیگه جا واسه نون اضافی ندارم از صبح تا شب دارم نون میخورم دیگه چاق شدم منو ببین نگم کن خیلی چاق شدم چقدر بزرگش میکنی بسته دیگه قادر خب بیا خواستگاریم دیگه کار مادراتون چطوره؟ خوبه سلام برسونه باشه بفرما مصمم عمو جون خوش اومدی خوش اومدی خوش اومدی عمو علی عثمان افلی نامزد نمیشه میدونی که خیلی یه دنده است آخر عاقبت تیمم که خوب نیست چه شده؟ بیا خودت ببین بیا بفرما مرتی که از همین الان بهشون را داده دیگه بچه ها تو کوچه بازی میکنن عمو نگاه کن عمو عثمان این خونه ها رو میبینی؟ این مرتی که احمد بیخاصیت اینجا رو دو سال پیش ساخته یعنی اگر خونه هایی که دو سال پیشون ساخته این باشه باشگاهی که رئیسششون باشه ببین چه چیزی میشه آره؟ ولی ببینید این بیا عمو عثمان گفتیم تو هم ببینی اون آدم تیمو نمیخواد بلکه چشمش دنبال این ساختمونه آره همینطوره مرتی که اگه خجالت نکشه اسم مملکت و جمهوری احمد میذاره تا تو دهن همه مردم بیفته مسابقه تیم رو از الان فروخته حالا تو ببین این دیگه کیه چه گفتی تو؟ عمو یه چیزی به افلی بگو فقط تو میتونی رازیش کنی فهمیدم بچه ها فهمیدم شما ها بیرون خب گوشتو باز کن خیر باشه بابا جان تو دهه 80 هنوز یادمه ترابزون خب قهرمان ما شده بود 50 امتیاز داشتم که همشون حقشون بود ببین منو تو رئیس باشگاه میشی فهمیدی؟ بابا این از من نخواد نمیخوام دارم بهت دستور میدم بابا نکن من اصلا از دست این مردم محله عصبانی ام دیگه دارم دیوونه میشم اینا همشون دیوونه تو چیزی از دست نمیدی این واقعا توی افتی؟ ها؟ بهم گفتن که تو مثل سگ میترسی بچه یه میترسه بابا تا حالا ازت چیزی خواستم نخواستی حالا برای اولین آخرین بار میخوا رئیس میشی برای این باشگاه برای بچه های این محله رئیس میشی وگرنه حق پدریم و حلال نمی کنم این رو بگیر این چیه بابا؟ اگه زن میگرفتم خرجون میکردم ولی تو بیشتر لازم داری اینم پول کفنمه نام زدی خرج داره
حله؟ حله آقا افریاره؟ حلال کن بابا جان. تا آخرش حلالت باشه. این چیه دیگه؟ این چی کار دارم میکنم؟ پس من میترسم ها؟ ترسیدن دیگه چیه؟ تو همین الان شب خودت خیس کردی؟ پس گفتی رئیس مثل آدم. آره آدم، آره گفتیم آدم. آدم، آدم، آدم. تو مگه اصلا آدمی؟ اگه من ذکر آدم شدن رو بگم هر دوتون آدم میشین بی سر و پاها. ها؟ باشگاه میخوایی بخری که بعدش قرض بالا بیاری ها؟ از پولش گذشتم. ساختمون 300 ساله رو خراب میکنی جاش آسمون خراش درست میکنی. آره بیا اینم آسمون خراش. فکر کردی به تو استادیم میاد؟ خوب گوش کنین، از این به بعد منم نامزد ریاست باشگاه میشم. خدا بیامرز اگه زنده بود اونم نامزد. باز شروع کردم بابا، ولم کنید، عجب خراییه. این چه وضعشه؟ من زیر این میمونم. آره اول اصل بعدش هم تو رو میخورم. بابا جون بگو چی میخوای، من بهت میدم. من احمقم، خودم نمیتونم پیدا کنم. رد خالات کن. خب میخوام کمک کنم بابا. دختر جون بکش کنار، مگه من اصل توی این یخچال نذاشتم؟ احمد مگه الان وقت اصل خوردنه؟ توبه توبه نصف شبی. نخند عزیزم، نصف شبی الان وقت چه؟ حفریم نامزد شد، باید مثل بمب انرژی داشته باشم. یه بار دیگه نون خوردن رو توی این خونه قدغن میکنم. تو هم دیگه حق نداری کادی رو ببینی. تمام. چی کار کنم؟ اصل گند بزنم به روزی که مجده تو دادم. خواستم یه تبریک بگم. که اینطور رئیس افلی. پس چی؟ میتونی بیای سر جات بخوابی، خیلی وقته که بینمون فاصله افتاده عزیزم. وقتشه که کمش کنیم. کمش کنیم، زود باش. بیا بریم. بودو بودو. آخ جون بودو. استغفر الله، لعنت به دل سیاه شیطون. بابا بابا جون داری چی کار میکنی؟ چیه چرا انقدر سر و صدا میکنی؟ بابا جون داری چی کار میکنی؟ چی شده؟ قدیر چی کار بابا عیب کرده، اما من میدونم کجا ببرم درستش کنم. بابا زشته دیگه. اونو که دستمه کار نمیکنه، اما این هنوز سر پاس، منتظر فصل شکاره. Thank you.
نمیذارم دیگه اذیت هم کنم. اما علی عثمان اینجوری وانستی، لطفا صاف بیسی. برنامه عوض شد؟ اون نه، معاینه است. ببینین به اون زربین اصلا نیازی نیست خواهم، یکم دیگه ادامه بدین میتونین راحت همه چیزو ببینین. دستش خیلی سبک بود. الان کدوم شما باور میکنی ها؟ اگه درمانش این بود پس چرا دکتر قبلیه با من اون کارو کرد؟ برای چی این کارو با من کرده شده؟ ها؟ خدا سایه این خانم دکتر رو از سرمون کم نکنه. بابا کم کم داره خوشت میاد، دفعه قبل اینجوری نبودی. آره. روان منو درگیر میکنه. از این خطار عمودی ها نداری؟ بذاری نگاه کنم. افلی دو روز رئیس شده، باید به خودم برسم دیگه، مگه نه عزیزم؟ دشمن. وقتی به پشتت نگاه نمی کنی ببین چه حواسایی می کنی. تا به خودت نگاه کن بعد قواره. چی؟ نفهمید. پشتتو میگم به سقف کوبید، اما هر بالا رفتنی پایین اومدنی داره. آیشه اونی که پشتت کیه؟ فکر کنم اونم مال تو باشه. من استخون بندیم درشته. آره تو راست میگی. ببین این 170ه ولی قدش نه ارزش. مامان لطفا تمومش کن. تو دخالت نکن دختر. نور دخترم به مامانت بگو از حسودی براش ناخون نمیمونه. شما قبل از اینا اینجوری همه رو راه نمیدادین به این بوتیک، درست نمیگم؟ خیره. حتما دوستداران حیوانات فشار آوردن. آمیه. آیشه من شخصیتمو در حد تو پایین نمیارم. نمیارم. باشه. نمیارم. حسابت رو میره. سلام علیکم، خسته نباشید. سلام، خوش اومدین. حالتون چطوره؟ خوبم مرسی داداش. یکی از اون خوشگلاشو بده بهم. سلام، خسته نباشی. مرسی. بیا برات یه چاقو خریدم، ولی خیلی مواظب باش دستتو نبری. در ترابزون زندگی ایستاده و مردم فقط یه سوالو میپرسن، این که رئیس باشگاه در نهایت چه کسی میشه. قبل از انتخابات نظر مردمو خواستیم، بریم ببینیم مردم چی میگن. استاد افلی؟ من که اصلا به استاد افلی رأی نمیدم، اصلا بهش رأی نمیدم. از افلی؟ از افلی جوابی گرم نمیشه. کم مونده دیگه به پدر و مادر و خانواده‌اش و همه کسش فوش بدم. خدا لعنت کنه کسی که اینو به دنیا آورد. خدا لعنت کنه باعث و بانیشو، ازش متنفرم. اصلا نمیدونم چرا به وجود اومد. همه امیدم به احمده. به نظرم افلی چهارم هم نمیشه. ما اهل اینجا نیستیم، ما از آلمان اومدیم. پسر ببینم تو اهل اینجایی؟ منم نیستم. منم همینطور. من که اصلا. ریاست رو ول کن، بگو مادرت چطوره. از اینجا با مردم صحبت میکنم. برای اومدن وزیر ما به یک پروژه بزرگ برای باشگاه همه با هم دست میزنیم، خیلی دست بزنیم. به مطرح کردن این مسئله افتخار میکنم. ترانسفری ساری اغلی تموم شد دیگه. دیگه تموم شد، میفهمی چی میگم؟ تشویق. فقط از این ناراحتم که اون الان نتونست اینجا پیش ما باشه و اینو میگم که به خاطر گارانتی تو ده برای مراسم استقبال خودمونو آماده کردیم. فهمیدی چی میگم؟ برای گم شما با خفه شو. چی میگه؟ باز این داره چی زر میزنه؟ آفرین، خیرشو ببینین. استغفر الله. آفرین، خوب گفتی. انشالله ما هم تا عصر حالشو هر کاری تونستیم انجام دادیم. آفرین آفرین.
منو ببین ادریس، همه چی حاضره دیگره؟ حاضره رئیس. آفرین. ببخشید این گوشه نداره. گوشه گوشه بی چشم رو ببری. بابا داری چی کار میکنی؟ مرگم خانم، تنهایی سخته، هر انسانی به حضور یک زن. بابا یعنی خواب میشه منظورم از زن زندگی مشترک. وای خدا نگاه کن خدا. بابا جان آیا یعنی ماشالله چقدر دختر خوبی شدی. اونا واقعا خب دیگه ما بریم. یعنی میشه بذارین من یه دقیقه این اصا رو آبرومونو بردی بیاد بریم دیگه. نفعی عزیزم هر کار میکنم اون زن اصلا توجهی به من نداره. تو از حرفای جوونا به هم یاد بده. وقتی یه لطفی بکنی بدون یادم نمیره. بابا بزرگ امشب برات میارمش. اگه ازم بپرسن افلی تو کی هستی، من فقط یه لقب دارم، اونم انسانه، بقیهش همش مزخرفه. ما در پیشگاه پروردگار هممون انسانیم. استاد یه تلفن داری. بفرمایین. استاد من پلیس راهنمایی هستم. چند روز قبل یکی رو نگه داشتم، از تو ماشین شیشه نوشیدنی پیدا کردم. دستگاه پیشم نبود، منم بدون اینکه مطمئن باشم جریمه رو نوشتم. من گناه کردم، با اینکه مدرک جرمش کنارش بود. یه جریمه رابطه نامشروع مینوشتی. چرا؟ واسه اونم مدرک داری. استاد یه تماس دیگه هم داریم. پخش دوبله فارسی از موبیکس میدیا. لطفاً همه به احمد رای بدید. رای همه احمده. تکرار میکنم احمد. این چی میگه؟ برنامه خرج داره استاد، خیلی تبلیغ میذارن، کاریش نمیشه. اما هرچی هم میذاری کانال بسته میشه. سلطان قلب همه ما احمده. اگر تیمت به مشکل خورد به احمد زنگ بزن، فقط احمده. احمد احمد منتظر شما. الان میام خدمت تو، اون رئیست میرسن. یه تلفن دیگه داریم استاد. بله بفرمایین. استاد نشون ندادن گناهه؟ هم واسه تو هم واسه اون که نشون نمیدی گناهه. بی افت. ببخشید استاد. استاد من خیلی وقت منتظرم. خب بپرس. استاد این پلاکو میشناسی؟ FN95661. چرا؟ بگو ماشینش رو بکشه بیرون، چون با همکارا میخوایم جمع شیم تو کوچه 24 پارک کنیم، ولی این ماشینه اون وسط مزاحمه. نه مشکی تو تنت میخوره، حالا که اومدم 24 بار روت پارک کردم حالیت میشه. واسه چه افلی رو رئیس بدونه، خدا جزاشو میده. یه بار حلقه تو خفه شو. بابا بزرگ هر چی من گفتم و بعدش تو تکرار کن. باشه باشه باشه، سب کن من اول بیارمش پای پنجره بعد بگو. خب بریم. Bizim yaylanın düzü, soğuktur kışı yüzü, ayın on dördü gibi Meryem'in güzel yüzü. Çalı çırpı toplayı, kuşlar yuva yapayı, Meryem perde yaralamış, nazlı nazlı bakayı. Eyvah baba bozuk. Armut dalda sallanır, güneş vurur ballanır, Meryem'im utanınca yanakları allanır. تمومش کن دیگه. بسه بسه. خب کرم این که آستی رو دوست داشت، ولی آستی یه بارم بهش محل نداد، از عشقش باد کرده کرم. گند بزنن به هر چی عشق کرم. نه چیز نه، نه یعنی از عشق باد کرده کچ باد کرده کرم نیست که همچین عشقی من. زنه داره به نقطه زیبایی میرسه. علی عثمان میگه که زندگی و کنار هم شریک بشیم. چه؟ ولش کن. علی عثمان میگه که یه دو دقیقه بیا پایین اون روی ماه تو ببینم. چی گفتی؟ من به چی گفتم؟ مریم خانوم دل تو بده تا روح هم سیر بشه. چی؟ هرچی مریم خانوم، من اومدم بگم که واقعا غرق در عشق ببینم شدم. چی داری میگی بازی که؟ گند زدی بابا بزنی. گند زدی، برو داخل، برو داخل. چی کار کردی بابا بزنی؟ تو چی کار کردی پسر جان؟ رو بایده برو.
این رومانتیک بازی حالیش نمیشه اصلا، هرچند که به نظرم خوشش اومده از من. Kaşıya çifte çamlar oy, sakızı yere damlar oy, 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 oy. Sevup alamayanın oy, yüreğini buz bağlar oy. Bugze ya Kerim dedi Kadir, çi şöde? Çiziniz dadaş. Çiziniz? Dadaş tabloyu çizite. Dadaş. Ha. من میرم. کجا؟ هر جا که شد نمیدونم. چرا؟ چرا؟ داری میپرسی چرا؟ میفهمم کادیر. آبروی من آبروی سگ نکن. تو دنیا دوتا بدبختی است. اولی دوستش داری ولی نمیرسی، دومی دوستش داری بهش میرسی. من میگم حالا مثل گل آفتاب گردونه، تو میگی پشتتو با آفتاب کن. داداش من تصمیممو گرفتم. سگ تو زرر، میریم خواستگاری. راست میگی؟ پس چی؟ تمرونه حالا اول بدوزیمش بعد بریم خواستگاری، ها؟ گارانتی میشه. تو هم شب قبلش خوب برو با کثافت کاری بساز که هر کار دلت خواست روز بعدش انجام بدی، ها؟ بابا باز عیب کردی ها، تو مگه هیزم نمیشکنی؟ همشهری های عزیز من، باز هم در اینجا از یک خدمت ارزشمند میخواهیم رو نمایی کنیم. حالا به نظرتون این خدمت رئیس چیه؟ اگه میپرسید چیه، باید بگم که این تور دروازه‌بانیه، خیلی قشنگه. و شما رو به خدا اگر این تور نبود چی میشد؟ خب توپ گل میشد. بعدش هم معلوم نبود اون توپ بیچاره کجا میره و از کجا سر در میاره. تور یه همچین چیز خیلی مهمیه. حالا دقت کنید، اگه تور توی زندگی ما نبود این چه نمیشنید؟ همشهری های عزیزم، اگر من به لیگ برتر نرسیدم میتونین با تفنگاتون منو شلیک کنین و تیکی تیکم کنین. قم شبه بابی سبب اینم یکم دورش کنین از اینجا، بس دیگه خیلی حرف میزنه نه؟ گمشا یکم دیگه وزیر به اینجا میرسه و پنالتی رو افتتاح میکنه. تشمه منو ببین، تو افتتاحیه با دروازه‌بان حرف زدی که هر جا وزیر زد اون جهت مخالفش بپره؟ خیالم راحت باشه. اما این کردی یا نه؟ آبرومون نره یه وقت. ادریس منو نگاه کن، بدترین دروازه‌بان رو انتخاب کردی دیگه. بدتری؟ آره، خیالم راحت باشه بدتری. حتما دروازه‌بانش خیلی بدی. آره همینه. زکی ادریس اون یکی از بهترین دروازه‌بان‌های اینجاست. منو الان تو رو تو که پارم. ای وزیر اومد. جناب وزیر قربونتون برم جناب وزیر، خیلی خوش اومدید. قربونتون برم، چند وقتی که شما مسابقه ندادید. من همیشه مبهوت اون گلایی که شما میزنید میشم. رئیس راست میگه. خواهش میکنم بفرمایید. عاشق نحوه بازیتونم. بفرمایید قربان، بفرمایید. خوش اومدید. سلام علیکم. سلام. چی میگی؟ سلام. سلام. خوش اومدید. سلام. خوش اومدید. بفرمایید.
چش خوردیم قربان، چیزی نیست. سرتون قربان که گل نشد، هیچ اشکالی نداره، خودم براتون گل میزنم. خواهش میکنم ناراحت نشید. کم شما واقعا هیچ که اینجوری نمیتونست خوب پنالتی بزنه. وزیر، وزیر خواهش من یه لحظه خواهش میکنم، فقط یه لحظه. شما هم یکم تلاش کنین دیگه، این بابا ایش درشه تمومه. ما ایش هم از زکا باشه گفتا که اوفلی میخواد رئیس باشگاه بشه. خیر باشه عزیز دلم. مرسی. مرسی جونم. خواهرم اینه، امروز روز مردم عادیه. اگه میدونستم که نمی اومدم. مامان تو دخالت نکن. امیه تو هم بیا همینجا بشین. منم بشینم دیگه. کار زیادی ندارم، همینطوری اومدم فقط یه پدیکور انجام بدم. چرا؟ نالبان بسته بود مگه؟ ناخوناتو درست میکردی همونجا. عزیزم شما قراره چیه ایشونو درست کنی؟ موهاشو یا ریشاشو؟ ماما نکن. دخترا نکنی. چیزی نیست. به سطح تو نمیرسم ولی به خدمتت میرسم. داخل تو یکیو میبندم. بشین بشین. رئیس، همونطور که خواسته بودین، اینجا احمد. خوبه خوبه، آفرین، عالی شده، خیلی خوب شده دیز. خب حالا بگو ببینم لوگوی تیم چی شد؟ پرنده. لوگو؟ آره پرنده. آره پرنده. 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 آره. آره پرنده. خب گوش کن ببینم، اگه لازم باشه من شیر توی قفسم میارم، لازم باشه عقابم به پرواز در میارم. اگه یه همچین کاری کنیم رئیس بودن گارانتی خب میشه. خب این که چیزی نیست، میتونم پرندم بیارم. یکی فرستادم بر نگشت، بعد یکی دیگه فرستادم مردش پیدا شد. آبروریزی نمیخوام هدریس، واسه ما یه چیز بزرگتر لازمه. درسته. مثل چی؟ گاو میش مثلا. هی وایسا، الان یه چیزی به ذهنم رسید. من چجور آدمیم، یه بزرگتریش به ذهنم رسیده. حالا بزرگتریش به ذهنم اومد، حالا بهت میگم چی کار میکنیم. بزرگتر چی اومد؟
ماشاءالله رای سخت شده ولی عالیه. چی فکر کردی ادریس؟ ما به هر چی بخوایم میرسیم. این دیگه چیه؟ وایسا وایسا یه لحظه. راست شو بخوای این امشب پیش ما میمونه. چرا؟ آره امشب پیش ما میمونه، از خونه بیرونش کردن. توبه توبه، الان واسه این رئیس شدن خیلی مهمه. برای چی؟ چون هر کی اینو ببینه به هم رأی میده. از کجا پیداش کردی؟ از کجا پیداش کنم؟ پول دادیم گرفتیمش دیگه، مگه چی کار کردیم؟ پول دادیم دیگه. خرس. آره دزدیدین مگه نه؟ نه نه بابا جون، نه جلومون در اومد، از ادریس خوشش اومد، بعد برای همین براش یه قفس خرید. قفس خرید. آره زن داداش، به خاطر اینکه خیلی منو دوست داشت. ببین چه جوری بغلم کرده. خب پس امشب و جفتتون با همین خرسه بخوابین، نظر چیه؟ آخه نمیشه دخترم. رئیس بعد از این همه کار بازم مساوی هستی؟ این مردم هم آخه چیزی از خدمت حالیشون نمیشه. حکیم اغلی هم ازشون هم حمایت مالی میکنه هم حمایت معنوی. چاره جز تیر آخر نمونده ادریس جان. ببینم حاضره؟ آماده تو باشکان. خوبه. جاسمین دخترم، جاسمین. آفرین آفرین، بیا بیرون بیا بیرون. برو بوده بیا بغل بابا. ای بخشی شد. فرانکوش ساکت. موفق باشین. آه خیرشو ببینی. ممنونم رئیس. تو هم خیرشو ببینی. مرسی رئیس، ممنونم ازتون. تو هم خیرشو ببینی. قربونت برم. این چک امضا نداره. آفرین خیلی باوشی، امضا مال بعد از انتخاباته. حالا برو دنبال کارت. بودو بودو برو بازی کن. آبه باشکن لکن دو آفلین دنگه پکن دو. بفرمید. باشه باشه مویشون. همو اسمان، این احمد داره چک پخش میکنه، رأی شده 150-70. باشکا داره از دست میره. به این زنگ بزنین. باشه. داره زنگ میخوره. پسرم منم امو عثمان، لازمه که زود بیای پیش. هم زود باش. احمد منو کشت. احمد منو کشت. باز چی کار کردی که عصبانی شد؟ هیچی، به خدا فقط رفتم زیرش رو تمیز کنم که بهم حمله کرد. معلومه میخواستی چی کار کنه؟ انتظار داشتی اون تو بمونه؟ جاسمین، جاسمین دخترم، جاسمین. داری بهش میگی دخترم؟ منو ببین احمدی، یا این اینجاست یا من اینجا میمونم. این خرس خیلی خوبیه، برای ریاست بهش احتیاج دارم. خدا لعنتت کنه مرتی که کسافت. جاسمین، جاسمین، جاسمین دخترم. آروم باش، آروم باش بابا، آروم باش جاسمین جان، آروم باش، آروم باش، آروم باش. آفرین بابا، آفرین بابا، آروم جان، آروم. سلام داداش. بفرمایید آقایون. داداش به ما یه اتاق 5 نفره بده. 5؟ متاسفانه همچین اتاقی نداری. باشه هر چی داری همونو بده. کارت ملیاتونو بده. کارت رو در بیاری. والا خدمت رسیدیم، چون این دوتا جوون همدیگه رو دیدن، پسندیدن و به همدیگه علاقه‌مند شدن. اونم خیلی زیاد. بابا باز چی گفتی؟ ده چی گفتم مگه؟ بله حالا داشتم میگفتم، ما اومدیم که اگه قبول کنین این داداشمون آوردیم برای غلامی اون بزرگوارم برای بنده است. آره. نه 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 نه، ما فقط نور رو میخوایم. بله ببینم شغل آقا پسر چیه؟ فضا نورده، موقع بیکاری هم میره فضا.
خب نونواست دیگه. نوا نوا قسمت باشه میشه. الان قسمت شده دیگه. فکر نمی کنم. ببخشید من برم دست شوی زلو بیام. بزم میبندم. بابا چه زود برگشتی؟ دستشوی پر بود. چطور؟ همه که اینجا؟ توش خرس ماده بود. خرس؟ خرس ماده؟ آخه بابا ماده بودنش از کجا فهمیدی؟ منو ببین آقا جون، من به تو دختر نمیدم. بابا بزرگوار؟ بابا چیکا کردی باز؟ هیچی نشه با خرس برد. شما که هنوز اینجایید مگه من نگفتم بهتون دختر نمیدم؟ یالا بلاشه بری بری بیرو بری بیرو. این خواستگاری اینجا تموم نمیشه. Kaşıya çifte çamlar oy, sakızı yere damlar oy oy oy. Sevup alamayan onun yüreği uzayıp uzmana. Hop, dige hala hop şad. یلماز ورال سلام علیکم. علیکم السلام. مگه اینجا خونه ی عمو علی عثمان نیست؟ علی استاد بفرمایید. علی عثمان به هم زنگ زد گفت باشگاه داره از بین میره خودتو برسون. بفرمایید استاد. خیلی خوش اومدین. بدین من بدین من بفرمایید. عمو عثمان چطوری؟ گفتی بیا اومدم. خوش اومدی. خب بگو ببینم چه خبر، مادرت چطوره؟ سلام میرسونه. ببین بابا. بله. ما با این ایلماز ورال چطوری سر کنیم آخه؟ استاد اهل دله، کاری با اینا نداره. راه بیافت بیا دیگه. خدایا به تو پناه میبرم. آقا ایلماز هم شهریان عزیزم، میدونم همتون منتظرید که بدونید چرا شما رو اینجا جمع کردم. تشویق بیشتر. وقتی که من نامزد شدم گفتم تاریخ این باشگاه رو تغییر میدم. بله باشه. گفتم برای موفق شدن این باشگاه و به ثمر رسوندنش حرف فداکاری میکنم. گفتی توی این راه اگر لازمم باشه. گفتم اگر لازم باشه با بزرگترین و ترسناکترین چیزها مقابله میکنم. اینو نگفتی. خب اینو حلال میگم. آفری تشمی. بگوش نترسی. تشمیش. همشهری های عزیزم، امروز میخوام یک قدم بزرگی که همه با هم برداشتیم و با شما شریک بشم. تشمیش. لقب تیم ما چیه؟ پرنده. پرنده؟ بله. پرنده؟ بله. پرنده؟ بله. پرنده یعنی؟ پرنده. پرنده؟ بله. نه خیر دوستان، ما یه چیز خیلی بزرگتر میخواییم. الان این چیز خیلی جدید برای دوست اعتماد به نفس و برای دشمن ترس میاره. نگاه کنه. تشویق. تشویق. رئیس باشگاه احمد، 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 رئیس باشگاه احمد. بچه اون مکه یلماز ورال نیستش. Oh, shit.
دوستان عزیز، این که من چطور به اینجا رسیدم و باور کنین خاطرم نیست، اما یه چیزی خدمتون عرض کنم، نماد این باشگاه همیشه پرنده باقی میمونه. فوتبال برنده شه، بچه خرسا هم ببازن، برای همه خیر باشه انشالله. میخوام بهتون بگم دوستان، تو اوج هستیم و مثل یخ میمونه، سردمه. حالا جدا از شوخی، دارم تنهایی تو اوج زندگی میکنم. از اینجا به بعد برای هوادارانم یه پیام دارم که لطفاً در خوشحالی کردنتون آروم باشید و مواظب باشید که کسی آسیب نبینه. دوستان، نتیجه انتخاباتو میگم. نامزد احمد 44 رأی. استاد افلی 154. دوستان توجه کنید، رئیس جدید باشگاه با اختلاف زیاد رأی استاد افلی معرفی میشه. تبریک میگم استاد. خیلی ممنونم برادر. خیر باشه. شکرم. اینم هدیه ما به شماست. خیلی لطف دارین شما. دست نزن. ماشاءالله بهتون. قربونتون بشم. مرسی. ان شاءالله تو شادیاتون خیلی بم کنه. خواهش میکنم. بازی باشم. بیا. من که گفتم رئیس میشم مو قشنگ. گفتی لا اله الا الله؟ آره. نگفتم؟ آقا دل لا اله الا الله. الانم نور رو میدی به کادی. جای دختر دادم به شما ترجیح میدم از کل محل کتک بخورم. آخه کتک بخوری که معروف میشی جوجه. چه شده بگیم رو چه نگاه میکنیم؟ آخه ما اینجا چه غلطی میکنیم ها؟ ببینم الان چی شده؟ مشکل تو چیه ها؟ تو به چی نگاه میکنی؟ خدا بیامرز همش میخواست بیاد اینجا. زود باشیم ببینم. یک دو سه. Rakipleri bir de kaldı, rakipleri bir de kaldı, bu hoca başkan olmalı, bu hoca başkan.